بعد رفتیم. آه چیه؟ آه خب نه آه آه وایسیم تا بیان بچه ها. بچه ها سلام، سلام به اونایی که تا الان اومدن. از کجا میبینی که اومده؟ نمیبینم متاسفانه. آخیش خب کسی نیومده هنوز درسته؟ اومدن اومدن. درود درود. سلام سلام، حالتون چطوره؟ ما اومدیم دوباره جمعه است، ما اومدیم دوباره. چرا دستت گرفتی جدا؟ خواستم اینجوری کنم. سلام به روی ماهتون. نه سلام نه، سلو. خوش اومدیم به لایو 20. خیلی خوش اومدید بچه ها، خیلی خوش اومدید. خب یه خورده وایسیم بیشتر شیم تا ببینیم خدا چی میخواد بعدش. بچه ها قراره که صحبت بکنیم یه خورده، بازم اگر سوالی دارید بپرسید ازمون. و اینکه یه بازی هم قراره بکنیم، یه چالشی است که قراره من و تنین امروز امشب اجراش بکنیم بچه ها. خب چرا نیومده اینجا؟ کجا؟ اینجا نمیدونم عزیزم. برد محمد بگو. امیر حسین شروع شد. امیر حسین سلام، چطوری؟ چند نفریم؟ بچه ها صدا خوبه دیگه؟ یه آمار بدید ببینم صدا و تصویر خوبه؟ همه چی خوبه؟ سلام سلام سلام. چند نفریم؟ بذار ببینم چند نفریم. 164 نفریم الان فعلا. سلو بیار دیگه. چی بیارم؟ بچه ها رو بیار. آها الان میارم، اجازه بده بچه ها رو بیارم. هنوز شروع نشده. تنین باز شام نخورده، اخلاق نداره امشب دیگه. ببخشید بچه ها، ببخشید واقعا. بس کن. خب بریم یه خورده چطا رو بخونیم. سلام سلاطین در قربت. سلام سلام. صدا و تصویر اوکی. خدا رو شکر، خدا رو شکر. من هم همین رو میخواستم. ما واقعا تو ایران نمیتونم بخونم، خیلی ریزه. اون دفعه درستش کردی؟ درستش کنم درسته؟ درست شد. آها جاهای دیدنی ترکیه هم نشون بدید تو کلیپاتون. چش چش. اسم منو بگو. ستایش. ستایش یک نوشته تنچه رو لاغر شدی دیگه، شرایط زندگی عزیزم. تنی لاغر شده؟ کجا لاغر شده؟ خجالت بکن. بچه ها راستی مرسی واسه یه دونیت های هفته پیشتون، دمتون گرم، خیلی حمایتمون کردید، دستتون درد نکنه، ممنونم. بچه ها اگر خواستن باز دونیت بکنن، لینکش اون بالا توی چتا پین کردم، از اونجا میتونید دونیت کنید. و از قبل خیلی، یعنی از قبل ازتون تشکر میکنم، پیشا پیش ازتون تشکر میکنم. کی کچل میکنی؟ چرا باید کچل کنم بچه ها؟ به خاطر اینکه معمولا یه سری از آدم ها که تصمیم میگیرن موهاشون رو بلند کنن، یهو میزنه خوشی میزنه زیر دلشون، میگم ویلکم بابا شیاه کچل. نه 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 نه. چرا؟ تا حالا تو زندگیم کچل نکردم. و نمی کنی چون من نمیذارم، خیلی زشت میشه. تو هم بذاری من نمی کنم. اسم من رو بگو. ستایش. صدا کمه؟ صدا کم نیستا به نظرم. صدا کمه تنی؟ من نمیدونم. از تو نپرسی. بچه صدا اوکی دیگه. جای مهیار خالی، واقعا جاش خالی. فکر کنم ایشالله به زودی بیاد یه سر بهمون بزنه. چند سالته محمد؟ من 29 سالمه بچه ها. یه ذره صدا رو بیشتر میکنم. مهر بچه ها 11 مهر تولد محمده که دیگه میره توی 30 سالگی. قبل از این که مهاجرت کنیم قرار بود که تولد 30 سالگی محمد یه جشن خیلی چیزی باشه، کلیده شد توش. یه جشن باشه که همه باشن چون 30 سالگیه، ولی خب دیگه نشد که بشه. نشد که بشه. بچه ها امروز بذار بیام بعد بگو. نگم هنوز چه خبره.
باشه نمیگم. اصلا به مهیار زنگ میزنی یعنی چی؟ آره زنگ میزنیم. چطور مگه 338 نفریم تنین. سلوت. بگم 338 نفر. چه خبر امروز؟ واقعا بچا امروز یه چالشی میخوایم با تنین بریم. چالش حدس بزن برگ بعدی قرمز یا سیاه. اسمش هم میدونید که دیگه امام نامگذاری چالش ها در ایران و منطقه خاورمیانه. اسم این چالش هم من به نام نامی حدس بزن برگ بعدی قرمز یا سیاه گذاشتم. اینجوریه که ما بر میزنیم کارت ها رو، ما کارت ها رو بر میزنیم و تنین باید بگه برگ بعدی که رو میشه. دونت داشتی برگ دونت. بعدی که رو میشه. ایزم بزن اون صفحه. کدوم صفحه ایزم؟ اون صفحه که بچه ها هستن. آها بچه ها اومدن. بچه ها دستتون در نکنه بابت دونیت. مرسی گاد فادر. یه سری هاش اونوریه. جدی میگی؟ آره بیدم. خب حالا تا تو آره بچه ها این چالش اینجوریه که تنین باید برگ بعدی رو حدس بزنه که باید بزنه؟ اول تو بعد من دیگه. خب مثال دارم میزنم فقط در رو تنین. آره من یا تنین باید حدس بزنیم برگ بعدی قرمز یا مشکی. اگر اجازه بدید من این تلگرام به بیسابو ببندم صداش میاد، ببخشید الان واسهتون توضیح میدم به صورت کامل. بله بستم. خب برگ بعدی رو باید حدس بزنیم که حالا قرمز یا مشکی. اگر اشتباه حدس بزنیم، تا سه تا اشتباه حدس بزنیم مجازات داریم. چند تا مجازات جذاب من اینجا آوردم. چهار تا مجازات. اولیش فلفل آجیلی. ترکا بهش میگن آجیلی، درسته؟ تند. خیلی تنین امروز رفت فلفل آجیلی خرید. تو گوگل سرچ کرد ببینید تند چی میشه، دید آجیلیه. بعدی فلفل سیاهه. بعدی زردچوبه است. بعدی اینا همه خالی خالیه؟ بله خالی خالی با آبه. این چیه؟ فلفل دیگه قرمز. فلفل قرمز یه اسم خاصی داره، اسمش نمیدونم. فلفل قرمز. یعنی یادم رفته. اینا مجازاتمونن. البته یه دبه آبم داریم که آخه چرا با دبه آب بیاری؟ مجازات میتونید ملکه احتمالا زیاد باید بخوریم بخاطر همین با دبه آوردم. خب توضیح تمام شد. بذار من این دانیتار بخونم. همونو میخواستم بخونم. میخوای بخونی بخونم. آره اگه تو بذاری. یکی نوشته که گادفادر سلام آمد جا. اول اینکه میخواستم بدونم جای زخمات چطوره از ولاگ خرید. یه لحظه چرا گم میکنه از الگه خرید و کی کامبک میزنی و دوم این که خیلی داری لطف میکنی همش به تنین گوش میدی. هفته پیشم استوری گذاشته بود گفت محمد کل آشپزخونه رو تمیز کرده. خواستم بگم روایت داریم مردهایی که تو کار خونه کمک میکنن با انبیا چی میشن؟ محشور میشن. گادفادر طرفدار من بود. آره من اشتباه کردم. قربونت برم عزیزم. محمد راست میگی. گل فرمایش میکنی فردت شم. اصلا گادفادر داری اشتباه میکنی. محمد بهمون گفته که سلام، من دارم مهاجرت میکنم ترکیه. دو تا گربه دارم، راهنمایی میکنین چجور گربه ها رو بیارم. اولین کاری که میکنید اینه که باید ببرید دامپزشکی، تمام کارهای پزشکیشون انجام بشه، مثلا واکسنی چیزی، اون چیپی که برای خروج از کشور لازم دارن توی بدنشون میزنن، همه اون این کارها رو انجام بدن، بعد پاسپورتشون اوکی بشه، اینا رو برید پیش دامپزشک کامل بهتون توضیح. آره پیش دامپزشک برید بگید میخوام گربه آره. ما ببرم خارج از کشور، کامل راهنماییتون میکنه کامل که چیکار باید بکنید که برید دامپزشکی. آره از این لحاظ، از لحاظ دامپزشکی آره. خیالتون راحت چه اونا بلدن. آره یه هزینه ای هم فرودگاه ازتون، یعنی ایلاین ازتون میگیره بابت حمله حیوان خونگیتون که اونم باید پرداخت کنید. در کل مشکل خاصی نیست، ترکیه زیاد سخت نمیگیره، یعنی خیلی خوبن با حیوانا. و اینکه یا میتونی، اولا که میتونی ببری توی کابین در صورتی که دو نفر باشین، دو تا مسافر با دو تا گربه، یعنی شما یه نفری نمیتونی دو تا گربه ببری، دو تا مسافری که دو تا گربه رو میبره تو کابینم کنار هم نمیشینن، یکی سر هواپیما یکی ته هواپیما که گربه ها به بهونه هم دیگه مثلا سر صدا نکنه. و اینکه میتونی ببری توی کارگو بود، توی کارگو بهش میگم فکر کنم، تو بار هواپیما. آره تو بار هواپیما هم میتونی بذاری که اصلا باکسش و اینا هم فرق داره دیگه. تیشرت هم جدیده بچه. آره
خب جواد مرسی وقت دونیت، تو هم موفق باشی. سلام، خیلی پاشا خوبی. هم گفته سلام خیلی خوبی، کیپ گوینگ، قربونت برم. مرسی واسه دونیت ارشیا، مرسی واسه دونیت. یه خوردم کامنت ها بچه اونایی که دونیت میکنن لطفا بگن که کسی که میبازه مجازاتش کدوم یکی از این چهار تا باشه لطفا. من میخواستم طرف مقابل بگه ولی گفتم شما بگید بهتره. زرد چی بدهیم؟ فلفل سیاه داریم، فلفل قرمز داریم و فلفل آجیلی یا همون تند. آجیلی. خب تنیم شروع کنیم. کیارش شروع کنیم. یه در بذار بخونی. تنین کادو چی میخوای بدی؟ کادوی محمد توی ویدیویی که فردا براتون میذاریم مشخص میشه. آه، ما ویدیو قرار بود دیروز بذاریم. آره اینم نتونستیم بذاریم چون که تدوینگر ما نادر ایرانه و گذاشت آپلود شه و بعد از گذاشت آپلود شه صبح رسید به دست ما. ما هم دیگه گفتیم جمعه زیاد حال ندارید، شما شنبه بذاریم، جمعه لایف بشیم با هم، شنبه هم ویدیو رو بزنیم. ویدیو خیلی باحال شده، ببینید کادوی منم تو اون ویدیو مشخص میشه که چیه. بچه ها امو فری نوشته که دونیت کرده، نوشته زوج دوست داشتنی. گادفادر نوشته محمد جان میخواستم بدونم دلیل خاصی داره که ویدیو ها رو ساعت خاص آپلود میکنید یا همینجوری هر موقع بشه آپلود میکنید؟ ببینید آره دیگه، ببین یوتیوب هم مثل تلویزیون میمونه دیگه. تلویزیون چطور برنامه ها شد، مثلا سریال ها شد توی روزه مشخص و سریع ساعت مشخص آپلود میکنه، یوتیوب هم همین جوریه. یعنی هم قانون نیست ولی بهتره که اینجوری آپلود بشه. خودش هم همچین چیزی نگفته ولی تجربه یوتیوبر ها و کاربر یوتیوب نشون داده که سریع ساعت ها و روزه مشخصی آپلود بشه بهتره. خوبه سوالای یوتیوبی هم دارید بپرسید، جواب میدیم بهتون. چه میگه بزن تو گوشه محمد؟ چرا بزنه تو؟ هی هم داره تکرار میکنه. من یه بار این کارو تو استوری کردم، همه شاکی شدن. یا زارب گذاشت زیر گوشه ما، همه شاکی شدن. یکی نوشته منم 14 مهر میرم 12 سال. ما سابسکرایبرای نوجوان هم داریم، زیاد داریم. بلند بگو سلو سلو. یه محمد جان با گرباتون صحبت کنیم، مگه شیشه کشیدیم با گرباتون؟ من صحبت میکنم با گربامون، چه تو شیشه ای میشد. بچه یه چیزی بگم، تازگی ها 2-3 نفری هستن که هم میان تو پیج من خیلی بد دهنی میکنن، بیاده. هم اینجا الان من دیدمشون بیش. نمیدونم مشکل چیه. مشکل تویی که میخونی عزیزم. آخه نه، میخوام ببینم اصلا نبودن، همچین آدمایی نبودن، بودن، خیلی کم بودن، ولی این 2-3 نفر که میگم خیلی تابلو هن. میفهمی چی میگم؟ ای مثلا من میفهمم که این همون قبلیه. آها. از این لحاظ حالا ایراد نداره، ایراد نداره. میخوام بگم بابا همه همین خیال هم. بابا چتونه، ول کن بابا. عزیزم مگه میشه اصلا تو این فضا فعالیت کرد و فوش نخوری مثلا؟ خب کامنت بعد نبینی، فوش میخوریم. هیچ کس نیست که اینجوری باشه. اصلا همیشه بوده ولی کم بوده. این که به چشم من اومده اینه که چند نفرن که 2-3 نفرین که تابلو ان. من چند بار هم اونا رو دیدم، مثلا تو پیج من بوده، تو اینجا هم بوده. اینجوری مشکل نداشته باشید با ما، اصلا مشکل دارید اینجا نباشید اگه مشکل دارین. خب تنین بگو آیلین. آیلین آه. سلام بر محمد بددهن، سلام بر رضا سلیمانی عزیز. سلماز نمیشه آقا محمد با گربه. سلماز فیلم اسمشو کامل بگو. آقا محمد با گربه ها بد رفتاری نکن، گناه دارن. چرا لجبه هاشون واقعا؟ من لج نیستم، من اصلا عشق گربه بودم، اصلا گربه دوست نداشت. میدونی محمد چجوریه؟ محمد مثلا طلا خودشو لوس میکنه، میخوابه رو زمین، دمشو میماله به محمد، بعد محمد اینجوریه. بابا من مردم، مردی اینم که طلا با من همچی رفتاری کنه. علی رضا HBR مرسی از دونیت. محمد علی خانی مرسی بابت دونیت. سلام به زوج گفته که سلام به زوج دوست داشتنی جذاب. خیلی دوستتون هم وقتی ایران بودید با معیار سفید بیشتر کلیپ می‌ساختید. الان فقط موجه و محسن رو باید ببینیم. بله دیگه، چون نیستن اونا دیگه.
آره دیگه اونا ایران، ایشالله که میان با هم کلی ویدیو درست میکنیم. چرا نوشتی چرا رابطه محمد و آرمز خوب نیست؟ چرا خوب نیست؟ ما این ور دنیاییم، اون ور دنیاه، چرا نباید خوب باشه؟ بای کمرم درد گرفت. محمد از ساری، بچه ها میگید اسممون رو بگو مثلا فلان جایی، احساس بکنم تو رادیو هم. محمد جا آلمان تشریف میاری؟ آلمان اگه دعوت کنی میای. قربت برم. این حمایت ها چیه؟ بچه ها این حمایت ها دونیت دیگه، حالا زیاد فرهنگش تو ایران جا نیفتاده، ولی معمولا از یوتیوبرها، از کسایی که لایف میذارن، استریمرها، از طریق دونیت حمایت میکنن که بتونن به کارشون ادامه بدم. سلام بچه ها، کرونا گرفتم دیدم لایو گذاشتید، گفتم بیام شما رو ببینم حالم خوب شه. توی این دوران قرنطینه بشین رو کانال ما همه ویدیوام رو ببین، شاد شو، روحیت رو حفظ کن. ایشالله که زودم قرنطینه تمام میشه، حالت روز به روز بهتر میشه. بچه فردا ساعت 8 شب ویدیو خیلی باحال داریم، کادوی تولد منم مشخص میشه که محمد مرسی نوشته. محمد شوهرمو نگفتم، دوستمونو گفتم. سلام زوج پر انرژی، من کلی ایده برای کارتون دارم، چطوری میتونم باهاتون در میون بذارم؟ به دایرکت محمد پیام ببرید، مراجعه کنید. میگه نمیگید هزینه مهاجرتتون رو؟ گفتیم دیگه اون دفعه، هر چقدر بیشتر بهتر دیگه. مثلا شما مینیمم روی بخواه بستگی داری که کار دارید اینجا، میخواید بیایید اینجا کار کنید. کار کردن خیلی سخته اینجا، اجازه کار نمیدن به مهاجرا، مگر اینکه یه چی میگن کارفرمای ترک بهتون کار بده، وگرنه خیلی سخته. ولی اگر درآمد از ایران دارید یا از جای دیگه دارید، مینیمم 60-70 میلیون فکر میکنم هزینه داشته باشه. من نمیدونم، مینیمم 60-70 میلیون هزینه داره. بچه ها نمیشه در مورد قسمت شورت یوتیوب، شورت یوتیوب کجاش میشه؟ زیر شلوارش درسته؟ چقدر نمکی تو. شورت یوتیوب هم یه سری ویدیو عین تیک تاک و اینا که فعلا پول نمیده، داره پاداش میده یوتیوب. چیه؟ وقتی بیشتر دونیت میکنن آهنگش عوض میشه. مرسی. تنین واه این چیه؟ مرسی هلیا بابت 5000 تومان. مرسی که من انقدر متعجب کردی. قبلش علیرضا هم دونیت کرده بود، نوشته محمد عاشقتم، خیلی دوستت دارم، دمت گرم که ویدیو میذاری. میشه یه جوک بگی دمت گرم؟ یه جوک بگو بعد. جوک مرسی. مرده میخوره به نرده برمیگره. بذار یه خورده صبر کن یه جوک خفن یادم بیاد. سایه مرسی بابت دونیت. نوشتت مخفی شده، احتمالا از کلماتی استفاده کردی که نوشتت مخفی شده، نمیتونیم پیام تو بخونیم. عزیزم درود بر تو هموطن. گادفادر باز اومده نوشته تمام رویاهای ما میتوانن محقق شوند اگر ما شجاعت رو دنبال کنیم، اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها رو داشته باشیم. با آرزوی موفقیت برای زوج دوست داشتنی تو ام تی. مرسی گادفادر، خیلی به ما لطف داری. گادفادر یه حرفی زدی که به نفع جفتمون باشه. ایزم در باز میکنیم بچه بیا. چرا بیاد؟ گناه داره. جز آزار چیزی مگه برای ما دارن این بچه ها؟ ببخشت. علیرضا فرهادی دونیت کرده. علیرضا سلام، یه سوال فنی. این که میگن اقامت گرفتن برای سال دوم با مشکل مواجه میشه و خونه اجاره کردن دیگه حساب نمیشه، دست شما چی کار میکنی؟ دست و نمیشه دور و شما چی؟ درست نمیشه، شما چی کار میکنی؟ بچه ها یه قانونی گذاشتن ترکیه که شما یک سال میتونید اینجا اقامت داشته باشید، یک سال باید برید کشور خودتون یعنی خاکشون رو ترک کنید بمونید، دوباره یه سال دیگه برگردید. این قانونه رو مثل که برداشتن و الان اجراییش نمی کنن. حتی ما الان درخواست اقامت 2 ساله دادیم، حالا ممکنه قبول نکنن، ولی معمولا تمدید می کنن دیگه، چون براشون هزینه ای نداره که شما که دارید پول از جای دیگه میارید، اجازه کارم ندارید، بمونید اشغال کنید دیگه، اونا هم اشغال کنن دیگه، دارید پول خرج می کنید تو مملکتش. میلاد دونیت زده
خیلی ممنون. نوشته من تازه اومدم بگید از اول لایف چیا رو از دست دادم. محمد جان تولدت پیشا پیش مبارک بذاره بی نظیر. چیز زیادی رو از دست ندی. قراره که یه بازی داشته باشیم. حالا میبینیم این که داریم به سوالات شما جواب میدیم. قربونت برم. بچه های عراق. محمد جان برای هزارمین بار به برای بچه عراق سلام بده. و بگو بچه کجای عراقی؟ سلام و درود به همه برای بچه های عراق، سنجون، کرهرود. بلدی؟ بله قبل... من بچه عراق کجای عراق؟ من که نیستم، بابام بود. بابامم فلک آب، همه شهروی فلک آب دارن. چه فلک آب؟ نیما دونیت کرده برامون، دست شما درد نکنه. میشه بهترین حال لایق شما دوتا و مهیار و سپید است. رفیقاتونو خیلی دوست دارم، رفاقتتونو خیلی دوست دارم، همیشه پایدار و سلامت. واقعا رفاقت نمنیه، یعنی جمله ای که همیشه سلاحه منه توی رفاقت. محمد علی خانی برامون دونیت کرده، نوشته تر اینجا انقدر گفتی افتاده تو دهنم. همش اینو میگن، بقیه میگن مگه دختر اینطوری میگه؟ نه ما پسر یعنی همه میگیم، محسن میگه، پسرامون میگه، هر چی میشه میگیم با اینجوری ممکنه یه ذره چیزه یوغورتر باشه. نه نه یه خورده احساسی باشه اون لحظه همه اینجوری. آره مثلا کوکیه کاری میکنه همه با هم میگن یعنی چی نمنیه؟ نمنیه والا نمیدونیم اون آهنگ لوریه. آره سلماس فیلم برامون دونیت کرده، بعد نوشته با شخصیت ترین زوج اینستا و یوتیوب و با اختلاف اخلاق میخواستم بگم دوستتون دارم. ما هم دوستت داریم فدات شم. قربونتون برم. هانیه هشتگ نبه آذر ربی داره ترند میشه همینجوری ها. میگه توتیا بیار بیار تو لایو، این خیلی سنگینه، لشم کرده نمیتونم بیارم. آره بعد قور میزنم. بریم یه بار چالش انجام بدیم. حالا یه خورده دوباره سه تا دونیتو بخونم. سلمازو خوندم. هانیه جون نوشته که من کلی با ویدیوها و کلیپ های شما کیف میکنم و میخندم. مرسی که خنده رو لب همه ما میارید. ایشالله صد هزار تایی شدنتون توی یوتیوب ایشالله. حالا کلیپ فردا رو با کلیپ فردا خیلی بده، خیلی بده. گفتن نمنیه یعنی نمونده و کردیه رفاقت نمنیه یعنی رفاقتی نمونده. رفاقت نمنیه. نادر فربرد برامون نوشته سلام، ترین اسپانسرت اومد. اسپانسرم اومد محمد جان. کی؟ خودشو میگه احتمالا دیگه. نادر مرسی. خب به تولد محمد مرسی، هشتگ جدید ایجاد شد، ممنون. بریم یه بار چالش انجام بدیم. گوستر آخه دونیت کرد. بخون بخون اشکالا نمیره که میخونیم. حالا مرسی آرمان، مرسی مهران، مرسی الوند. آرمان نوشته من ازت حامله. چکاش که زودتر میگفتی آرمان نمیومدم. دیر گفتی دیگه، هم نمیتونم برگردم. عکس پشت سرتون چیه؟ بچه توضیح بدم، اون دوتا نقاشیه، حالا یه روز میارم جلو ببینیم. اون اثر ونگو که ببخشید، اون اثر ونگو که این اثر مودیلیانیه. اونو من ببخشید، اونو من کشیدم، اینو تنی گذاشتیم اون پشت به عنوان چیز قشنگ و کار دست خودمونم هست. هنر منه، هنر من و تنینه. البته کوسر نوشته تنین محمد عاشقتونم، اما حیف که از فردا گوشیمو میخوام جمع کنم چون برای کنکور بخونم و دیگه نمیتونم ببینمتون. اصلا عیبی نداره، ببین ویدیوهای جدید ما جمع میشه، بعد از کنکور رو یا خواستی استراحتی بکنی میای همه رو با هم ببینی، عشق میکنی، استراحت میکنی. به قول مجده عشق میکیونی، عشق میکیونی. الوند هم برامون دونیت کرده ولی خب چیزی ننوشته. مرسی فدات جان. گادفادر رو باید نوشته که تا اینجا پیامای من همه شوخی بود، از من ناراحت نباش، وقتی از تو حمایت میکردم منم باید از محمد حمایت میکردم، وگرنه انشالله همه چیز در زندگی به نفع هر دوتون باشه. قربونت برم فدات جان، من از دست ناراحت نشدم. تنین جان بقیهش رو میخونیم، نگران نباش. بیا چالش رو یه بار انجام بدیم، بچه های حالی بکنن. خب اول تو میگی یا من بگم؟ اول من میگم. اول تو میگی. بچه ها دوباره من توضیح میدم برای اونایی که تازه به جمع ما افزوده شدن. چالش به این شکله که اول اسم چالش رو بگم که براش انتخاب کردم. اسم این چالش حد بزن برگ بعدی قرمز یا سیاهه هست. به این صورتی که کارت ها رو من یکی یکی، یعنی تنین میگه سیاه یا قرمز، من رو میکنم. اگر سه بار اشتباه بگه باید مجازات بشه. مجازاتمون چیه؟ فلفل آجیلی یا خیلی تند، زردچوبه، فلفل
قرمز و فلفل سیاه. بچه ها اونایی که دونیت کردن بگن که مجازات چی باشه، یعنی شما بگید. خیلی نوشته که داشتم بچه ها رو با لایو شما سرگرم میکردم که خانمم از آشپزخونه تاکید کرد که سلام گرم منو از آبادان به تنین برسید. سلام ما به همه برای بچه های خوب آبادان، درود بر تو هموطن. آقای عطابکی بله بفرمایی. نم تو سیبیلت بیا کوکی. پسری قند عسلی، پسری جیگر پسری. نمیاد بچه ها، نمیاد کوکی. میره میشینه جلوی در، بین در و سنگینه که در رو نبندی. کوکی کامنت ها رو بخون، داره کامنت میخونه. سلام موجانم. ببین کوکی خیلی سنگینه، بذاری سن دیگه، داره اذیت میشه. بعد هیچی نمیگه، میبینی بچه هم چقدر چقدر اذیتش کنی هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، خیلی اجتماعیه. حالا بذاریش هم دیگه اذیتش هم هیچی نمیگه. باشه دوستان ببینید هیچی نمیگه. اگر از این گربه های هیچی نگو هیچی نمیگه میخواید با ما تماس بگیرید. خب بریم بچه ها. گفتم توضیح دادم، بله اولش پر میزنم. تنین برگ بعدی رو باید بگه قرمز یا مشکی. سه بار اشتباه بگه مجازات میشه. پنج تا هم درست بگی مجازات نمیشی دختر خوب. خب بریم قرمز. قرمزه خشت بود، قرمز بود. بعدی دیده بودی تقلب؟ تقلبا نینی؟ بگو تو باید بگی. آه یکی در میبینی؟ آره تو پنج تا قرمز. دوتا باری کلا سگ از تو شانسش کمتره تنی. بریم بگو. تو رو علی دیدی اینو؟ نه به خدا ندیدم، نه حضر میکنم به خدا ندیدم. مشکیه قرمزه. اولین اشتباه. بعدی برگام فرسوده است یه مقدار، ببخشید. مشکیه قرمزه. دومین اشتباه قرمزه درسته. سه تا درست. دوتا هم اشتباه. سه تا درست داری، دوتا اشتباه. بگو قرمزه. وای بریم برای مجازات. میلاد گفته مجازات سیبیل آتشین بود باشه. بچه از تو این چهار تا مجازات انتخاب کنید: فلفل خیلی تند، میوه‌اش، فلفل سیاه، ادویه‌اش، زردچوبه یا فلفل قرمز. به چی نگاه می‌کنید؟ استرس اینو دارم که نورو بندازه کوکی. نمی‌ندازه. انداختم پامشم میکدکش می‌زنم. اشکالی نداره. بچه از تو این چهار تا مجازات انتخاب بکنید. ولی حالا من حرف میلاد زمین نمی‌ندازم دیگه. زحمت کشیده که بلدی؟ چجوریه دیگه، محکم میکشن رو سیبیل دیگه. آره؟ آره ولی خب تو نکنیم کارو. چرا؟ یکی دو سانت مواد جرم اومد رو دستم. قرمز شد محمد. مرسی بابته مجازاتی که پیشنهاد دادی. وای محمد ما داریم لایو میگیریم، چرا من انقدر زشت کردی؟ من نکردم، کار خداستی. یعنی من زشتم؟ نه خلقته دیگه، برای حال ایراداتی هم توش هست. امیر جون مرسی بابت دادن. گفته خیلی دوستتون دارم، عشق فردا تولدمه. مبارک باشه امیر تولد دوباره. تبریک نمیگین به هم؟ گفتم دیگه. چرا دابسمش دو نفره نمیسازین جدیدن؟ یه خورده درگیر اینجا اومدم بودیم، یه خورده هم درگیر یوتیوب هستیم، یه خورده نه که زیاد. خب هستیم. حالا نوبت توه دیگه. و بذار پت دونیتا بخونم بعدش. یه دوتا رو گفتم. آها مجید گشت رو نخوندی. مرسی وقت دونیت. گفته سلام محمد جون، در راستای اقامت ترکیه. من دو سه ماه پیش ترکیه بودم، حساب زراعت بانک باز کردم و ویزا کارت گرفتم، اما شماره تلفن ترکیه بعد 6 ماه نامعتبره. هر بار باید بریم ترکیه سیم جدید بخریم، به بانک ارائه بدیم. چی کار باید کرد؟ ممنون میشم یه توضیح کامل بدید. خب من یه راهی برای این دارم بچه ها. شما میاد اینجا شماره تلفن میگیرید، حساب باز میکنید و قطعا میخواید از اپلیکیشنش استفاده بکنید دیگه، و اپلیکیشن هم هر بار واسه تون کد میاد. یه قسمتی تو اپلیکیشنش هست به اسم زراعت اپرووال که دیگه کد به
خط شما اسمس نمیاد، با همون پسورد میتونید برید تو، با همون پسورد میتونید برید تو و دیگه نمیخواد هی سیم کارت بگیرید اسمس بیاد براش بزنید. منم همین مشکل رو داشتم، اینجوری حلش کردم. یا اینکه مرسی بابت تازه نمیدید 100,000 تومن دونیت بشه چه صدایی میاد، پشمایمون میریزه. آره مجید جان اینجوری حل کن، یا اینکه شماره تلفن یکی از آشناهات بده ترکیه اون باشه، یا اینکه این کاری که من گفتم انجام بده. سولماس فیلم گفته نه به آزار کوکی و روی، مرسی. برزان گفته لاو یو، قربونت برم. مجازات سیبیل آتشین باشه. میلاد گفته انجام دادیم. امیر گفته خیلی دوستتون دارم. عشقین حسامو بخون. حسام مرسی. ماه جان ویدیوی بلاگ خرید و نمایش انواع درود بر تو. یعنی چی؟ درود بر تو. میگه برید بلاگ بگیرید، گجت های جدید بخرید، چیزای جدید بخرید. خب این یه بار این کارو کرده. اونا گجت بود، آبکش. آبکش، حالا یه دونه آبکش توش بود دیگه. میگه انجام بدید. بلاگ خرید کادوی تولدمون هم بگیریم. اونم یه گجته. فردا میفهمید چیه. اون آبکشی که برای من گرفته بود، اون قدم که توی ویدیوها نشون میده اینجوری آبشو خالی میکنی چیز میشه، آبشو که میخوای خالی کنی یهو سبده در میاد. اوکیه. خلاصه که تبلیغات باور نکنی. نه خیلی خوبه، اوکیه. امیدوارم همیشه موفق باشید. حسامو خوندیم. آره حسامو خوندی؟ بله. دنیا دختر نه دیگه، بعدش گفته میخواستم بپرسم پس چرا معیار سپیده نیومدن ترکیه، اونا که میخواستن بلیت بخرن. اون حسام با این حسام فرق داره، حساماش فرق دارن. آره. پس این حسام بخونیم. سلام به محمد تنی عزیز، امیدوارم که همیشه موفق و خوشحال باشید. میخواستم بپرسم پس چرا معیار سپیده نیومدن ترکیه، اونا که میخواستن بلیت بخرن. میان ان سر میزنن بهمون ان شاء الله. مرسی دنیا دختر لور. خیلی دوستتون دارم. دنیای خودمون نیست، دنیای خودمونم لوره. نه فکر نمی‌کنم. خیلی دوستتون دارم، نمیدونم چرا. وای باز این قرصشو نخورد. نیاوردیم نه. برو برو خودت بیا. نه من نمیشم بلند شم. خدا ورت داره. برو برو سری بیا. برو تا من میخونم. دنیا نوشته بود که چی؟ انشالله قرص آخر رو بخوری. بی ادب. خیلی دوستتون دارم، نمیدونم چرا. منم دوست دارم بیام ترکیه، فقط گیره یه مشکلم، اونم پوله. عاشق ترینم منم، این آ افتاده توی زبونم. منم دوست دارم بنز بخرم، فقط یه مشکل دارم، اونم پوله. ایشالله که مشکلت حل میشه، یه روزی که اصلا توقعشو نداری برات اتفاق میاد. دعا کن مشکل منم هر چه بخرم. حالا شما برو قرصو بیا. البته اونجایی که من گجت دوست دارم، دوست دارم تسلا بخرم، بنز دوست ندارم. باشه برو بیار. برو بیا. ما رو از دعای خودتون محرومه. خب یه دونه دونیت دیگه هم داشتیم. مرسی. آها میلاد نوشته تنجا ببخشید دیگه، ولی خب مجازات اسمش با خودش با خودشه. این بار فلفل قرمز. حالا بذارید محمد بیاد، اون موقع میخوام ببینم پیشنهاداتتون چیه. یهو برای من سیبیل آتشین. یکی نوشته که تنجا بگو امیر حسین صالحی. این آرو دهن همه تون انداختم. خب حالا آبو چجوری بخورم؟ آی اون وریه نیست. چه فرقی؟ همون وریه؟ قرصه رو در آوردم میگه نه اون نیست، اون وریشه. آبو چجوری بخورم؟ چرا لیوان نیست؟ اینجوری عزیزم، لیوان چی بخور بابا؟ حالا فکر کردی چون لایوه باید از خودت در بیا یاره؟ از خودم چی؟ خب بچه ها تنین چالش رو انجام داد، باخت، مجازاتش هم شد. واکسن زدید؟ واکسن نزدیم هنوز. باید اینجا بچه ها کارت اقامت بیاد تا بتونید واکسن بزنید. خیلی سخته با این آب خوردن. خب بریم، من حالا میخوام چالش رو انجام بدم. برای دوستانی که تازه به ما اضافه شدم میخوام بگم که اسم این چالش حد بزن برگ بعدی قرمزه یا مشکیه. گوگو چی کار کرد با من؟ بیا خب بر بزن. تا کجا خوندی؟ آرمان رو نخوندیم، پزشکم نخوندیم. پزشک زایمان صد بچه اووردن نده. او 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 این فکر کنم جای اسمش اشتباه. آره تو اسمت عزیزم پیامتو نوشتی،
نوشته که قصد بچه آوردن ندارید حتی به غلط. نه ندارید. چرا باید بدونیم غلطه بعد بیاریم؟ هرچند از زیاد شدن از من تو دنیا واقعا برکته، واقعا کاشکی من 1000 تا بچه داشتم. البته بچه اینا من بگم، من همین الان 10-15 تا بچه دارم که به سرپرستی قبول کردم. اینو دفعه هم گفت کیا یادشونه. خب محمد بگو. آقا نوشته برای مجازات 3 بار پس گردنی بزن به محمد یا بزن تو گوشش. من گفت نگفتم از این 4 تا انتخاب کنی. بالاخره فلفل آوردم با زردچوبه. من مشکلی ندارم، میزنیم پس گردنش. تا اینجا برای هم گفتیم اینو. بذار من ببینم چند نفر شدیم. یکی گفته تا 1000 چیزی نمونده. کو؟ اینا اینجاییم. 644 نفریم. خب بیا. آها بچه‌ها لطفاً همه اونایی که تو لایو هستن الان لایو رو لایک کنن. یه لایک داره زیرش. اگه لایک کنید خیلی خوب میشه. ساجست میشه لایو ما، بقیه هم میان بیشتر میشیم، باحال‌تر میشه. لایک کنید دیگه. هر کی تو لایو لطفاً لایو کن. 3 بار بگو لایو لایک کنی. لایو لایک کن. بریم محمد. بریم. دو به دوربین نگه دار. خب بگو چه رنگیه. امشکی زرشک. بلک لانج آرتور مرسی بابت سوپر چت. سوپر چته. خب مرسی. یه دونه اشتباه. بگو چه رنگیه. مشکیه. سک 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 چیه؟ اعتراضم رو اینجوری نشون میدم من. یعنی چی؟ ای سک تو این شانس. آها دوتا، یکی دیگه باید خطا کن. مشکیه. آه یه دونه درست دوتا خطا. یکی نوشته سعید کرمی نوشته که تنیم بگو سارا گردو نخور به حرف تو گوش میده. مرسی سارا. گردو نخور. سارا چه گردو نخور دیگه، به خدا اسهال میشی. چرا سارا سنگینه. گردو نخوره. سعید مرسی بابت سوپر چت. سارا جا شما هم گردو نخور. ممنون میشم. اسهال میشی. خب بگو چه رنگ. یه درست دوتا غلط. مشکی. تادا درست بود. دوتا درست دوتا غلط. خب بریم. بگو چه رنگ. قرمز. اشتباه. ستاد تموم شد. نه خجالت بکش از باخت من درس بگیر مثل چیز. خب گفتین چیکار کنیم؟ 3 بار پس کردنی بزنیم. آقا باید که از این 4 تا انتخاب بکنید. سنا فلفل سبز و قرمز و مشکی آوردم براتون. تو چیکار داری؟ ایده جدید دارن. میخوان ایده نو بدن واسه چیز واسه مجازات. بزن دیگه آروم بزنم. آه ببینمت. دو تا بود. کوچولو. خب تا اینجا برای مجازات 3 بار زدیم دیگه. اس ام کی اس ام نداشتی ما اصلا. اس ام چرا هفته پیش بود. تنین اماد و مکس رو هم صدا کن اعلام حضور کنن دوباره با هم بکوبیم بر دهان یاوه گوی محمد. مگه آمریکا من اونجوری با من رفتار میکنی؟ بیاین دوستان من کجایید؟ اماد، اس ام، مکس. خب نوبت منه. یکی زده هشتگ محمد سر و ته شو. بله هشتگ عجیبیه بچه ها. هشتگ نه به تولد محمد چرا راه نمیندازیم؟ اس ام مکس اماد کجایین؟ بچه ها بر میزنیم برای مرحله بعدی. ایران زیر نویس گفته محمد از پشت خودتو نشون بده. چرا دارین بیادب میشه؟ یکی میگه سر و تهش و یکی میگه از پشت خودتو. چه خبره اینجا؟ میخوان لایوو چیزش کنیم بهتر نشون. خب بریم بچه ها نوبت تنینه.
اگر سه تا اشتباه بگه مجازات میشه، 5 تا درست بگه. یعنی 5 تا رو بکنیم 3 تا، 3 تا درست بگیم. باش. اوکیه. بریم بگو. مشکی. برگ بعدی مشکیه یا قرمز؟ مشکی. مشکیه. آه، قرمز اشتباه. بود. بگی با انگشتت. یه اشتباه. برگ بعدی مشکیه یا قرمز؟ بگو. مشکی. آه، درست. شرت. برگ بعدی مشکی یا قرمز؟ مشکی. ای دو تا اشتباه. برگ بعدی مشکی یا قرمز؟ قرمز. فوی سه تا باختی دنج. احساس میکنم کسی نمیبره تو این بازیه. خب مجازات کسی نگفته که چی باشه، خودت میخوای تعیین کنی؟ خودم تعیین میکنم. زردچوبه بخور. رم کردم و فلفل حساسیت داری. نه زردچوبه بدتره. اصلا زردچوبه. این فلفل بخورم؟ شستی؟ با کدوم فلفل بخوری؟ بله شستم. سه تا پودر رو بردی. یکیش زردچوبه است. این راحت تره. اون گیر میکنه تای گلوت میمونه. بیچاره میشی. بیچاره میشی. وای مامه به قرآن خیلی تو. بخور قورت بده. اصلا نمیشه. نو ببین چقدر خوردم نکشه خورد. اصلا اون پوست فلفل تون نیست، اون تخمایی توش تنده. بیا یه ذره بخور ببین تنده یا نه. عجب باشه خیس کردن تنی. بچا از این 4 تا مجازات انتقام می چطور میشه دونیت کرد؟ دونیت عزیزم لینکشون بالای چت ها هستش. بچا لایو اگر دارید صدای بنده رو میشنوید لایک کنید. بخور بابا. مجازات دیگه سخته دیگه، نباید آسون باشه. آب ورد سری آب بخور بعدش. نکنه شیرینه داری مسخره بازی پس چرا آب برنه واسه چی من باید بخورم خدا اینکه سرشو بودم همینه بخو آب بخو بعدش هم انقدر به نظر شما مجازاته بچه ها آقا بخو اینه چونده تو بخو انقدر بخو نه دیگه بسه بخور یه گاز بزن به خدا خیلی نصفشو چونده. بخو منم سر تو خودم نمیخواد به خدا خیلی تو مردم این مسخره ما مجازات بشی مردم قبول میکنن دوتا گاز خوردم گاز قبول میکنی دوتا گازو بچه ها قبول میکنن معلومه که قبول میکنن کسی تا الان چیزی نگفته بخور نه وایسا بهشون برسه بخور نه یکی نمیشه قبوله نمیشه آره آره قبوله نوشته تنیزه رو بخور بخور نه نوشته نخور محمد تو بخور سه قاشق روغن زیتون با فلفل سیاه روغن هم میخواستم بیارم و یادم بخور تا اینجا بخور آقا به خدا خیلی تنده بچه چرا اینقدر ظالمید بخور بابا بخور یه گاز دیگه بزن آخه خیلی تنده بذار برات بهترش کنم یه خوری تخمشو در بابا آخه اصلا ربطی به تخم نداره آب هست دیگه آب بخوری روش این فلفل ذاتن تنده آقای زیا آقای زیا این فلفل ذاتن تنده آب بخور پس چرا آب نمیخوری داری دروغ میگی من اسم فرده تو بشم مجازات بعدی تو اینه نه تو خود داری دروغ میگی چی شد؟ خب بریم نوبت منه تو رو خدا برو یه چیزی بیار بخورم آب در بهتری چیزه نه به خدا برو برو یه چیزی بیار بخورم چی مثلا؟ یه تیکه یه چیزی بیار بخورم بابا اینقدر منو بلند نکن برو داره تا بودو بود چقدر این اسلوه او میگم ماس بیار محمد ماس بیار هی بهتون میگم خیلی تنده باور نمی کنید هی میگم تنده میگی نه چرا آب نمیخوری مجازات بعدی خودت همینه آقا نه محمد نه دیگه اگه میگی انقدر تنده نه مجازات بعدی خودت همینه بیا
اوکیه. ببین فلفل یهو مجازات بعدی محمد همین فلفله، یادتون باشه. نه من عزیزم تا که میری من چیز تو نمیتونم بخورم عزیزم. ببین یهو قورتش دادم بمیرم. خب چسبید به گلوم. خب تندیش تازه رو شد. خب جونم جونم میدم بهت، سب کن. چیکاره میکنی؟ خب هیچی چیه تلا؟ خب بریم باید چیز انجام بدیم. من برم؟ آره دیگه نوبت من. مجازات همون فلفلی بود که من خوردم دوستان، یادتون باشه. هیچ چیز دیگه ای هم قبول نمی کنم. ماما جا بذار تموم شد بهت میدم. چی میخوام؟ ماست میخوایی نه؟ برو بابا ببینی. بمیرم نباشم نبینم. تنجی دست آخره. چرا؟ برای اینکه سخته دیگه. ساعت چنده بچه؟ یه ساعت چون تو لایوی؟ چل دقیقه است. چل دقیقه است. چل و پنج دقیقه. 45 دقیقه است تو لایو. خب دوستان ما ببین دارم میگه واقعا همیشه جرزن تنین دارم این مسخره بازی در میاد. بچه چی دارین میگین؟ چرا دل منو میشکونی؟ من واقعا همش سوختم، خیلی سوختم. بچه ما بفهمه. بچه ما شبایی که پیش محسن و مجدهی از این بازی ها میکنی، هوک بازی میکنی. آره میشه گفت اسمشو. آره پول تویش نباشه حلاله، خدا شکر. آره. مال ما پول تویش نیست. بعد قبلا اینجوری بود که زنونه مردونش میکردیم، مثلا من و مجده، محسن و محمد، یا مثلا سپیده و من، محمد و مهیار. بعد که یه ذره گذشت فهمیدیم نه، این آقایون اصلا تو مخشون نمیره که ما ببریمشون، از هر راهی برای بردن استفاده میکنن. یه دفعه محسن بچه ها باورتون نمیشه، بذار بهتون بگم چی کار کرد. این دستش بود، خب بعد وسط رو اومد جمع کنه، اومد بذاره این جلو، بعد حکم بود اونی که جمع کرد، وسط رو جمع کرد، لاش چهار تا حکم بود، حکم لازم بود. اینجوری کرد، دو تا حکم برداشت گذاشت تو دستش، دو تا از دستش گذاشت پایین. باورتون میشه؟ من تو بازی نبودم، من بیرون بازی بودم که دیدم. بعد با سپیده و مجده و مهیار داشت بازی میکرد، بعد دوباره حکم لازم شد، محسن احمق همون عددی رو انداخت که سپیده دست قبل انداخته بود. یهو سپیده گفت این دست من بود، چی کار کردی؟ فلا سپیده رو هوا گرفت. من بودم نمیفهمیدم اصلا. بعد دیگه سر این که آقایون هر کاری میکنن، ما دیگه گفتیم که نه، مثلا من و محسن، مجده و محمد. آره قاطی کردیم دیگه. سپیده آره. بیغم گفته چرا اسم من نمیگید من قدر ستون دارم. سپیده بیغم گفتیم بگید. بچه ها میگید درگاه دونیت خراب شد و اینا، من نمیدونم دیگه، من کاری از دستم بر نمیاد، نمیدونم چرا خراب شده، به بانک ربط داره. ترکیه نسل یعنی چی؟ ترکیه چطوره؟ آره نمیدونم، فکر میکنم. آره خب بریم. خب بریم بریم. خب امیدوارم که ببازی. یعنی میشه تلا رو نشون بدی؟ تلا کجا؟ تلا مام جانم. ببین تلا خیلی با شخصیته، خیلی هم با فهم و شعوره. این تلاه مام جانم، شبیه کوکیه، خوشگل تره. از کوکی مگه نه؟ وش وش وای دختر. تلا فقط با ما خوبه، کوکی خوش آره. اخلاقه. تلا فقط با ما خوبه، کس دیگه اینجوری بگیرته جرش میده. آره تلا با جمع اوکی نیست، فقط ماما باباش. میگه یه بیت از شایه بخون. شایه من بلد نیستم. چرا نیه بلدی؟ کدوم؟ بابی پولا بودم، تو خیابونا بودم، بابی پولا بودم، خونونا بودم، بابی سکولا بودم. من بلدم. بخون تو بخون. بله دیگه داره عصبی میشه. نه چی بود؟ یه صبح بخیر، یه آینه دستشوی. نه 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 پنیر پنیر رو میگه. خب بریم بریم دست آخرم بازی بکنیم. من کرمو خیلی دوست دارم. کرم دوست داری؟ آره آهنگ کرمشو. بریم آماده این. چی بود بازی؟ قرصانینی کی نوشته؟ بچه
قضیه نینیو میدونید بچه ها تعریف کن. بچه آفرین با چقدر شما خوبین که حواستون به همه چی هست. تنه یه تیکه داره هرچی نینی تش میذاره. مثلا همومان نینی، دستشویان نینی، مثلا قرصان نینی. حتی این قرصم که آلارم گذاشتم نوشتم قرصان نینی. آه فکر کنم تو گوشیت دیدم. آخه نشون ندادم. قرصان نینی، قرصان نینی. بچه تیکه جدیدی که قرار بیفته تو دهنتون نینیه، نوران نینی. فتا پیجامون رو گرفت گفتیم به فاکان نینی. زشته. خب بریم. نمیشه بچه ها ماشین بخوای خواهشن، انشالله اینقدر پول در بیاریم ماشینم بگیریم. انشالله. انشالله. آماده این بچه ها؟ بله نا خدا نشیدم زدتون رو. بله نا خدا. چی داری میگی؟ دیوانه شده. آنالا نام بخوشالی باب سنجی. الان این هم پوشیدی. بریم بگو. نه کنی کنم میگم مقدر مصرف سلونی بکن. نی نه سلو تکه نمیشه. ببینید ترجمه‌ات آخر کلمه آ باشه. نه یعنی مثلا سیبانینی. نه آبانینی. ببین خودت آ رو اضافه میکنی، یعنی نباید کلمه باشه که آ داشته باشه. نگاه کن راجع چی رو میخونی؟ بری؟ آش من کارو داشتم، دو هفته تو اتاق قرنطینه‌ام. اولش دیوونه شدم، حالا داشتم تا اینکه ویدیوهای شما رو دیدم کلی انرژی گرفتم. متشکرم. ما خیلی هم میگن کرونا رو خوب میکنه، حالا من تحقیق نکردم دقیق راجع بهش. ما یه ولاگ هم داریم که کرونا گرفته بودیم بچه‌ها، اونم حتما ببینید. مرسی که تو این دوران ما رو میبینید بچه‌ها. مثل اینکه درگاه دونیت هم درست شد. مرسی اس ام. مالی کی بود؟ بریم. مرسی اس ام بابت دونیت. بگو. مشکی یس تلا روم پوش بگو. مشکی تادا شیت شیت و بگی. مشکی دو تا درست. مشکی الحمدلله. الحمدلله. خدا کمکم کن. قرمز. الحمدلله. داشتم میگفتم مشکی تا تش دیگه. مرسی مرسی. نمیدونم کدوم خری گفت. یادتونه همتون منو قضاوت کردین، گفتین تنین میدنه باید بخوره. تنین هل میدنه. حالا چون باید تا اینجا بخوری. تا کجا؟ تا اینجاش باید بخوری. تا اینجاش. نه باید بخوریم. های های هم باید. های های هم های های هم با... نه 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 بخور 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 بازم بخور. دیدی همه تون منو قضاوت کردین، نمیگذرم ازتون. چرا این انو خریدی اصلا؟ با قضا مزم. نه گم شو. نه خوردم. نه برو گم شو. نه بخور. نکن لبم میسوزه. عزیزم باید بخور. نکن نمیخورم. باید بخور. من خیلی خوردم. چرا من خوردم؟ تو تیکه تیکه ریز ریز خوردی. من گیاهوی گاز گنده. داره میسوزونه میره پایین. همه چون ریختین سر من که تنین داره الکی میگه. داره من خیلی من اندازه نمیتونم. نکن. بخور. تنین نزا جلو مردم بکوبم تو دلم. بخور. بخور. نکن. بخور. یا هشتگ نبض الملح محمد ترند شد. نکن عزیزم حالا بد میشه. این فلفل یادتون باشه برای قضاوت‌های بیجاتون، برای اینکه اشک منو در آوردین. هی گفتم بابا تنده نمیتونم بخورم. نه تنین نمیدونم فلانه. باید چیز بخوری. نکن. چی؟ ماست باید بخوری. نه. نوشته که اس ام نه پایین تر داری عزیزم با ماست بخوری. آره خوب میشه. خواهش میکنم دخالت نکن. گاد فادر مرسی واسه تو محمد. مجازات این باشه که تنین رو مجازات کنی. جمله سنگین آروم. جمله سنگین آروم بخونید. آفرین. میگه مجازاتت اینه که باید تنین رو مجازات کنی. چقدر قشنگ گفت.
اسم ما مرسی واتین گفته محمد تنی، من یه شعر گفتم واسهتون همینجا بفرستم توی یه لایو بخونین بفرست. آه بله، مجازات محمد علی خانی مرسی وات دونیت. مجازات محمد ترکیب زردچوبه و فلفل. بچا بازی تموم شد، دهنم سرویس شد، دیگه نمیتونم چیزی بخورم، واقعا دیگه نمیتونم چیزی بخورم واقعا. مامان فرناز و بابای شیرزاد مرسی بابت مامان فرناز و بابا شیرزاد ببخشید، ما خانواده سه نفره طرفدار شما هستیم، لطفا اسم دخترمون رو بگین. مرسی میگل. میگل دوست داریم. خیلی قشنگ آهنگش. پیمان گل جهانی مرسی بابت 50,000 تومن دونه. ایشالله همیشه خندون باشید. ممنون موفق که و موفق که اینقدر حال ما رو خوب بکنید. ببخشید که هم هستش مبلغش. قربونت برم. مبلغش مهم نیست، اینکه هستی مهمه عزیزم. درود بر تو هموطن. آیه اتابکی. بچه آیه اتابکی رو دیدی؟ دیدن. زن میزنی آیه اتابکی، اونم خیلی خوشحال میگه بله بفرمایید. بابا دیدن. بله میکنم. ولاگ خرید دو کی میاد بابا؟ حرف معاف نزن بعد این تو بشتم. کوکی باب اسفنجی نینی. بعد دیگه باب اسفنجانی نی. آفرین. آه باید بگیره عزیزم، تو دیکتش باید حواست باشه. کیوش محمد شلوار تو در بیار. چش. وای. پنین نزش. چی داری میگی؟ اوکی نمیشه من مر ریدی. قربونت برم. جریان چیه؟ توضیح بدین. خیلی وقته که گذشته. لایو سیو بکنیم برو ببین عزیزم دیگه. یه چالشی لبم میسوزه. یه چالشی داشتی برگزار کردی، مجازشتم فلفل هشتگ خرید گجت داره ترند میشه. ریدم نی نی، نه ریدم نی نی باید بگی، آ باید بگی. این دستور زبانش رو یاد بده قشنگه. ببین مثلا توی این زبان نمیخواد که به مفرد و جمع فکر کنی، باید یه کلمش کنی به همه هم میرسه این چیز. مثلا خیلی معذرت خواهم، ریدان نی نی. امیرالا نقطه آر مرسی بابت سوپر چت. گفته بچا دمتون گرم که ویدیو باحال میسازید. اوف دارم میسوزم. ما بعضی وقتا میگیم زنگ بزن تعین محمد بیان خونم دوره هم بگیم و بخندیم، واقعا مثل دوستام میمونید. قربونتون برم، شما از دوستام فراترید، مثل خانواده ما میمونید. ولی فکر کنم شما یه جای دیگه، چون واحد پولتون دی کاکا. کجا واحد پول کجاست دی کاکا؟ خلاصه که مرسی بابت باشم. ولاگ کرونا رو شما رو دیدم، انرژیم رفت بالا. امروز روز پنجم مریضیمه. ببین چه اتفاقی نمیفته، هم روز دوم نمیرید دیگه. نمیبیرید؟ نه نمیبیرید. اصلا چرا باید بمیرید؟ مگه همه میمیرن؟ یا بابا بیا آقا میری جلو. من نمیفهم چرا میری جلو. برو پایین. بچه سواله اگه سواله دیگه هم دارید. نوشته بود دستور زبانش میگه دیکاکا باید پول قزوینه. کنش گوزان نینی دارم. آفری درست. یکی داشته به معیار زنگ بزنیم. میخوای به معیار زنگ بزنیم ببینیم یاد پولدار بیارم؟ جواب میده اصلا. مجید گشت مرسی باید دونیت پیامش رو شما بخون. همون زراعت بانک هم قبلنا گفته بودم. محمد باهوش. آها راجب زراعت بانک نخون تو، من میگم. همون زراعت بانک هم قبلنا گفته محمد باهوش ترینه تو اکیپتون. پین کردی یادت من مهد قربونت برم. تو آنتالیا 2000 تا میشه یه خونه کوچیک اجاره کرد؟ بله میشه. اگه یه نفر باشی کمتر هم میشه، مثلا یه دون از این سویت ها بگیرید. آره با 1000 تا هم میشه، 1500 تا هم میشه. چیزه بذار محیا رو بگیرم ببینم میاد تو لایف. برای چی میری تو تلگرام؟ چجوری بگیرمش؟ عزیزم من ماس بخوری خوب شی. اس ام الا یا ایوهل محمد، تو هستی زنزلیل آیا؟ بگو هر چیز که میخواهی، اگرچه شاهد از دنیا. خوب بخون، قشنگ نوشته. از اول تو در آن جمعه شب گفتی نمیگیرم ولاگ هرگز، ولی رخصت نداد آن زن. بذار من بخونم. تو اصلا خوب نمیخونی. نوشه الا یا ایوهل محمد، تو هستی زنزلیل آیا؟ تو هستی زمزلیل آیا؟ بگو هر چیز که میخواهی، اگر چه شاهد از دنیا. تو در آن جمعه شب گفتی نمیگیرم ولاک هرگز، ولی رخصت نداد آن زن، کشاندت پایین و بالا.
نینجامید به روز سه که آپلود کردی یک قصه ولی نه آنچه میخواستی، نه آنچه قصدت از انشا. واقعا دمت گرم. محسن میگه زدم ببینم صداش چی جوریه، فردا بذارید تو کارتم دونیتو. محسن خودمونه، محسن بروفر. دمت گرم. اس ام چه شعر باحالی گفته بودی. بذار عکس بگیرم از روش. میمونه اینا فدات شم حالا. حالا من میخوام برای خودم نگاش کنم. مگر بچه بر نداشت گرفتمش بیاد تو لایو بر نداشت. چوسن نینی. زنزلیلا نینی آفرین، الان خیلی قشنگ گفتی. یه بار دیگه من این شعر اسمو بخونم. الا یا ایها المحمد، تو هستی زنزلیلا، یا بگو هر چیز که میخواهی، اگر چه شاهد از دنیا. تو در آن جمعه شب گفتی نمیگیرم ولایک هرگز، ولی رخصت ندادان زن کشاندت پایین و بالا. نینجامید به روز سه که آپلود کردی یک قصه ولی نه آنچه میخواستی، نه آنچه قصدت از انشا. احسن. پایی که آخرشو نفهمیدم ولی احسن. نه بکشونه دلعی محمد ولی خریدی گجت. اس ام دوباره شعر گفت. چجوری هم از زود شعر میگی؟ باری کلا اسم بخونم. چنان کاتب که بنویسد همان گونه که گویندش، نوشتی آنچه را آمد ز سوی حضرت اولیا. چنان پیچی که میرخصد به ساز و ریتم پیچ گوشتی، برخصیدی به ساز زن کشیدی یک عدد هورا. تنین یک زخم کاری زد تو بر گاری زدی تنه، تنین ارباب و تو رعیت به دنیا گشته ای رسوا. باری کلا چه تلا. واقعا استعداد تلا نکن پدر سگ، واقعا استعداد داره. این در لحظه شعر میگه راجع به اون موضوع. تنین ارباب و تو رعیت. آفرین آفرین اس ام، دمت گرم. یس اس ام یه دونه دیگه هم داره. اس ام حسام ساعتچی هم دونیت کرد، مرسی عزیزم. هشتگ نه به خشونت علیه محمد، هشتگ ولاگ خرید گجت. مرسی حسام ساعتچی. مرسی حسام. اس ام دوباره شعر گفته. چنان یک میز صبحانه که قایب باشدش خامه، شدی قرد و له و داغون، شدی کارگری کارا. تمام آنچه من گفتم، تمام دوری که سفتم، غلط اندر غلط یک یک به تأیید چگوارا. همه شوخی و شنگی بود، زناشویی نه جنگی بود. بخندید و زنید سازی ندارد ارزش این دنیا. خیلی قشنگ بود. قشنگ مولانای زمانه است. اسم چقدر قشنگ شعر میگی. باری کلا باری باز شعر گفت. اس ام باری کلا. حسین عراکی ایول همشهری، دمت گرم حسین. هرچی عراکی مخلص بچه های شازن، همه عباداراتن، جفتتون از سلامونید اینا. بذار با لحجه بگم. هرچی عراکی بچه های شازن هم... نه نمیتونم همه چی رو نمیتونم با لحجه عراکی بگم، ولی مثلا عراکی ها مثلا آدرس بخوان ازت میگن که میشه آدرسشو بشن بی؟ یه هر بخون عراکی اب نداره. مثلا خب تو... سر چارا گیر میکنی به طرف میگی دوتا ماشین رو بره، میگه آقا اگه بلی ما بلوم، اگه نملی ما بلوم تو بلی، اگه تو نملی ما بلوم، اگه بلی ما بلوم بلی، یه همچی چیزیه. آقا همینم هم شما با لهجه بخون. خب تو قشنگ بلد نیستی، اب نداره. به چه شازن همش هوادارت هم جفتتون اصلامانه. عجب این همدانیه. همدانیه؟ اونقدر بلد نیستم بچه. اس ام دوباره شعر گفته. نمیشه زناشویی یعنی وحدت. احسنت. به قربان تو و خندت یکی باشد و خوش باشید، نمانید لحظه ای تنها. خود شخص شخیص من دلی دارم که آشوب است، دلیل این دلاشوبی زنی که نامش از عذرا. زنش عذرا اسمش. مرسی بازم ولی فرستاد. صادق دست و دلواز، مرسی که حمایت. صادق خوبه. صادق دونیت کرده دیگه، لقبشو گذاشت دست و دلواز. صادق دست و دلواز زمت که هم باید دونیت. اس ام بازم شعر گفت. باید بخونیم دیگه. اس ام زحمت کشید داره شعر نمیشته.
ببخش ساناز زیبایم، ببخش این اشتباهم را که در این شعر بیمزه نمودم نام تو افشا. تو سانازی نه عذرایی، ولی بر جان من سوگند تنین باشد به ظن من جمیله شایدم آها میگه ولی بر جان من سوگند تنین باشد به ظن من جمیله شایدم سغرا. یعنی من فکر کنم تو اسم جمیله یا سغراه، اسم مام بزرگی سغراه. نه تنین اسم شناسانیش هم تنینه، اولین نفری من میبینم اکثرا عذرا اینا. بس سلماس فیلم مرسی وقت دونه نشه. تنی من میخوام بیام ترکیه زندگی کنم، با من دوست میشی؟ خیلی دوستت دارم. میگه میشه. گادفادر مرسی محمد. محمد برای آخرین بار و برای این دوستی که شعر گفت مشیت شوهر رو توضیح بده، بچه ها آگاهشن. ببین شوهر خدای زنه، نعوذ بالله بعد از الله. بابا ساکر اصلا ادامه نده، خدای تو هم خب ندیدی چی گفت؟ باید بپرستی منو. تنین ارباب محمد رعیت تمام. بیا یه ذره از کامنت های اون بر بخونیم. دارن یکی نوشته بود تنین جرزنان نینی. آفره خوب دارید یاد نگیرید. بچه ها میان امریکا نینی. محمد رضا گفته منم عراقیم. سوران محمودی مرسی وقت دونیت نوشته من کردم بجی کرد کردستان، بجی کرد سنندج، بجی کرد عراق، بجی کرد ترکیه. ترکیه هم کرد داره بچه ها. دنبال اینن که تو لخشی نوشته محمد به نشانه اعتراض نسبت به تنی لخشو. چش بچه ها شازن، بچه ها شازن، همه عراقی ها، همه استان مرکزی ها، درود بر شما هم وطن. تنین اربابان نینی. بچه ها عاشقتونم بابا. چی جوری اینقدر آقای ردیفر درود به کجات؟ درود به کتفم. قوم نمیشه بچه انرژی مصفید از قوم علاقه مندی کلیپاتونم. محسن بروفر قومیه. اوه آره محسن قومیه بچه ها. آره مای پرشین فامیلی مرسی بابت سوپر چت. فکر کنم سوئده یا سوئیسه نمیدونم. مرسی به به هشتگ نبه ترین کیلوشه کاخ سفید و حسینیه میکنه ما نینی. زبون جالبی بچه میکنی ما نینی تای همه چیه نینی بذاری آ و نینی. علی شکری مرسی بابت دونیت عزیزم. سلام محمد تنین عزیز، من واقعا عاشق کارتونم. روزی چند بار کارهای قدیم تو میرم، فقط کاش دوباره با کاش دوباره و مهیار سپیده کلیپ میذاشتید. میذاریم میان ایشالله. علی شکری مرسی. حاج عرفان مرسی نوشته در کنارم شاد باشید. هشتگ بلاگ خرید گجت. خیلی دوست دارم من خرید گجت. حامد بود که این خوشحالی رو بر ما بود. مرسی آهت دونیت گندت نوشته محمد تنین با حال پر انرژی با حوصله سه تا گربه آخه. آره واقعا سخته، خیلی سخته ولی خب خیلی شیرین. آره دیگه شیرینه دیگه، مثل اینی که سه تا ماشین داشته چیجا باید بهشون رسیدی و همروی روغنشون عوض کنی ولی سه تا ماشین داری. گربه هم همینجوریه. تلیس چیان نینی. بعد بچه ها خودشون رو به چالش میکشن، چیزای سخت رو اضافه میکنن. باری کلا بهتون بچه. من مثلا الان سوختم، مثلا میام تو جمع میگم که سوختان نینی. بعد بچه ها چی میگن؟ میگن آقا خیلی میگن محمد لخش رو اجازه بده من لخش رو. بچه سر جاد نه این شامانه ها نظر چیه درست کنی بعضی وقتا؟ عزیزم تو لیاقت شام درست کردن نهار درست کردن من نداری. چرا؟ بابا تو اینکه نمیخوری. خب چیز خوشمزه درست کنم بخورم. همینه دیگه پس درست میکنم. خب چرا دیشب ما کنی درست کردی؟ خب من با های بای بخورم تو مملکت غریب. تتلی تیان نینی. وای زبون شد. هشتگ خرید گجت تا نینی. آفرین. علی ترشیزی مرسی بابت ترشیزی یا ترشیزی یا ترشیزی. درسته سلام بچه ها، دونیت منم بخونید بعد شعر اس ام. خوندیم. بیا پایین دلغکان نینی. جفتتون عراقی هستید؟ خیر. تنین یزدیه. پدرم یزدی هستم، مادرم تبریزی هستن.
منم مادرم تهرانی، پدرم عراقی هستند. ببین چالش سخت قسطنطنیانی نی. نه به تنین. چرا؟ الکی برای چی؟ عالی این هشتگ. پرسپولیسان نی نی. آفرین. دارید خودتون رو به چالش میکشید. دوست دارم. محسن رو بیار. نوشته آخرین شبیه که دارم میبینم تون بچه تا 9 ماه آینده میخوام برم برای کنکور بخونم. ایشالله که موفق باشی. آخه این چه کاریه؟ ولی اگه دیدی دانشگاه و رشتت خوب نیست درس نخون، برو سر کار. آخه اصلا این چه کاریه؟ فکر میکنید میخواین کنکور بدین بعد گوشیتون رو بذارین کنار، برنامه ریزی کنید هر همین جوریه. اینا که رتبه خوب میارن همین جوری هم میذارن کنار همه چی، خودمون رو نگاه نکن. یعنی چی؟ نه واقعا همینه. من مثلا مشاورا میگن که بعد بذارید کنار. تو امتی نی نی بچه بذارید محسن رو بیارم روی خط. پسر پسری قنده اصلی با منی؟ نه. محسن دیدی یک کار محسن چی کار که بعد مولا علی. محسن فیستایمش کار نمی کنه. عراقیان نینی، یزدیان نینی. آفرین. خیلی خوشحالم که زبونم رو دارین یاد میگیرین. ببین الان تو شرایط بعدی اون. سلامان نینی. سلو. محسن جان صدای گیرنده تو ببند، صدای ما رو فقط از طریق گوشی بشنو. سلام علیکم. سلام، چطوری محسن جون؟ تاریکم. آره آره خوبه. چیکار کنم؟ نیکار کنم. بچه صحبتی با محسن نداری؟ محسن جان اون 100,000 تومن تو من پس نمیدم. نوشته محسن نوشته که احرف والا آهوان نینی آهوان نینی. یکی نوشته بود ترندیولا نینی. یکی نوشته به مجده محسن هم بگیم بیان ترکیه. ترکیه هم دیگه ببین اینجا هم دیواره ترکیه هست. آره آره. این همه برنامه ساختی نفهمیدن که با همین. نمیدونم نمیدونم واقعا. محسن یه ذر برشون حرف بزن. محسن یه ذره بر بچه هم مسخره بازی در بیار. مسخره بازی که تو پدر مسخره بازی جانی من دارم. بچه من میخواستم یعنی دوبار که لایف گذاشتیم میخواستم یه محسن مجدم بیان، تجهیزاتمون اجازه نداد. یعنی باید دوتا میکروفون میکردیم، بعد این میکروفون ها صداشون به هم نمیخون، یه چیز افتضاحی میشد. میشالله تجهیزاتمون اجازه داد با هم دیگه لایف میذاریم. موسی یکم جوک بگو. آها بنده خدا یه بار گفت یه جوک خوب بگو من نگفتم. موسی نوشت تربیتی یه جوک نمیشه. اون کوره رو بگو موسی. موسی نوشته مولا علیان نینی. یکی نوشته یزدی حرف بزن تنی دختر که یزدی حرف بزن. من فقط بلدم بگم که قسم نایمن خیلو که چیز میکنه. این فوش شنیده شده. نه نه قاسم نایمد. بچه ها گفت قاسم نایمد اون چیزی که شما شنیدی. نه یعنی چی؟ محسن تو هم همونه شنیدی. آره بله بله. قاسم نایمد نگو دیگه. حالا خوبه بلد نیستی بگی. چی کار میکنه شما دختره؟ محسنان نینی. ببین شما نوشتی محسن نینی، خب این قبول نیست، بعد آخر سه محسن یه آ بذاری بنویسی محسن. نان نینی به من دونه تا خیلی خشه. آره یه دونه ایت گرفته شده پس داده نمیشود. ای دونه ایت میکنم برای تو، ما هم دلمون خواست. به هر حال حمایت چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است. محسن جان نمیدونم چه ربطی داشت ولی این میکروفونه. آره نه سر جاروبرقیه. یکی نوشته که کچلان نینی. آره کلا. یکی نوشته انش در اومدان نینی. محسن جون اگه حرف خاصی با نمیذاریم حرف بزنه. خب حرف بزن. باش تربیتیه. خب جو که چیزی بگم نمیشه. کوره رو بگو جای اون کلمه. یک کلمه دیگه بگو. یه کوره میره توی آشپزخونه، بعد دنبال یه چیزی میگشته بخوره، نمیدونم دنبال یه چیزی میگشته، میره توی آشپزخونه یا دستش میکنه رنده، میگه
یعنی بابا چرت و پرتاری که نمیشه. محسن هد بزن دونیت زیاد داشتیم. مرسی سوران محمدی دونیت کرد و این دونیت زیاده هم امیر مبلغ کرد. سوران نوشته بجی کرد بجی بایر مونیخ. عزیزم اون امیرم مبلغ فامیلیش نیست. محسن هد بزن نمیشته به محسن. امیر مبلغ نمیشه راز محفظم اون... دیگه شخصی و کاری چیه محمد اینقدر تعینو اذیت اون فامیلیش نیست چیه پس نگاه کن برای همه داره مبلغه نمیشه امیر مبلغ فلان دونیت کرد میخونم امیر مبلغ اوه عجب خریم من آنیتا نمیشه محمد تعینو علی 8250000 تومان دونیت کرد تنی. به عشق جفتتون نینی مرسی بابا. شدن مردم یه خورد از میکروفون فاصله بگیر. محسن. بله. محسن از برنامه های یوتیوبت بگو که قراره چقدر کارهای دیگه بذاری. بچه کانال محسنم سابسکرایب کنید. اگر محسن تو لایف هستی کامنت بذار که ببینن کانال تو. کانال محسن بروفره. سابسکرایب کنید ما ویدئوهای 4 نفری با محسن هم میگیریم. دونیتت خراب شد من گفتم نمیخونیم کامنت ها رو کامنت ها زود میره دیگه نمیرسم بیشتر دونیت ها رو میخونم محسن جان ببخشید میگه اون موقعی که خراب بود بهت گفتم آره دیدم یه نفر دیگه هم گفت ولی مال تو 12 بود فکر کنم 12 شده بود نمیشد جابجا کنیم آره. بعدش درست بانک به چیزا نینی رفته بود آره من محسن یکی نمیشه محمد که لخ نشه محسن تو لخ شه محسن هد بزن آره چه پا قدمی داشتی مرسی حامد ساداتی بابت این دونیت زیاد آقا این ستان محسن کچل عزیز 1000 تومن هم سودت محسن بیا محسن انقدر گفتی یه نفر دونیت کرد 100000 تومن تو داد 1000 تومن هم سود داد به کارتمو داری دیگه آره دارم میزنم برات هستیم مرسی بابت دونیت میزنیم آنیتا مرسی وقت دونیت نوشته محمد تعین عاشقتونم خیلی خوبید من با ویدئاتون انرژی میگیرم ان شاء الله همیشه شاد و موفق باشید مرسی آنیتا محسن چی گفتی علی 80 مرسی خوندم اوکی گفته قومی صحبت کنم یا قومی نیستم من عربی الکی بود قومی نیستی قومی دروغ میگی همه فامیلاشون قومی ان قومیه منم عراقی نیستم ولی خودم عراقی میدونم اصالت مهمه محسن محسن قومی حرف بزن چی بگم دایی؟ میخواین من یه از یرف بزنم؟ اسمشو عوض کرد گذاشت مولانای زمانه هاری کلا نمیشه بابا من زن ندارم من بچه رو شعر بر میگی محض نمک شعر گفتم اون داستان عذرا رو آشه اسم جا چرا بیزنی؟ آره آره ببخشی تو زن نداری بکنم پروندم نوشته مولانای زمانه داخل پرانتز اس ام سابق اما چه دوربین میگه خودت رو ببینیم ما داریم پاور کولر رو میبینیم نوشته که اس ام نوشته که بیت آخر شوخیان نینی شوخی بودان نینی تنی ناراحت نشیان نینی آه من ناراحت نمیشه حتی دسته یاد بگیرشون چی؟ میگم باید قانونش رو بهشون بگی یک کلمه رو همه رو نباید اینجوری کنن خب یاد گرفتن دارن یاد میگن هی دارن تمرین میکنن این زبون ما آره بچه این زبونم اختراع محسنه ها اینجوری حرف میزنیم اختراع من نیست خب من دیگه یاد گرفتم اختراع کیه پس اختراع تو ای بنده خدا دیگه حالا ما از تو یاد گرفتیم پس اختراع تو آره حالا میخواد جلو فنانینی آفرین باریکلا یه تنی ترکی حرف بزن یه خور ترکی بلد نیستم ترکی استانبولی حرف بزن بلد نیستم بابا سلام آبی داره صحبت میکنه بچه ها میریم خرید تنی اینجوری صحبت میکنه خب در موجده کجاست موجده صداش داره میاد
اصلا حال نمی کنم با شما نینی. با ما یا با شما؟ با شما. پیروکسی کاما نینی. خیلی دارن خودشونو به چالش میکشن محسن. آفرین آفرین. محسن ازت سوال میپرسن ترکی خوبه؟ منظورش بکنم ترکیه است. ترکیه بعدی نیست، جای شما خالی. قربونت برم دوستان به جای ما. کارمو میکنه. خرج چی؟ خرج مخارج. خرج مخارج بالاست؟ بله. رو تختی هم که خانم مجده خرید یه نفره بود. اوه مجده سلطان خریدهای اشتباه ایرانه. رو تختی که ای ماما این که نمیگه تا نصف اومده بگو نه کشیه بکنش باشید بیاین اینجا بیم تو لایبتون. نه به لایف که دیگه نمیرسیم دیگه محسن جا چیز که نیست محسن که نیست تمام میشه لایف تا بیاید معلومه بذار ببینیم چی میشه اگه شد قربونت برم محسن جان پاشید دیگه پاشید بای خود خوشحالتون میکنم بیاییم بمونید مالا اینم در نظر داشته باش نخودو بخوابونید نخودو بخوابونی نخوبا شما میگه میمونی شب اینجا میمونی چه داره تلافی میکنه حالا بیا یه مجده یه نفر میگه بگو بار بود چی؟ بگو بار بود مای پرشن فامیلی مرسی بابت سوپر استیکر مرسی سوپر استیکر حالا بعدا برات توضیح میدم چیه نه این دونه ای تو من توضیح بودی بسته اینا رو نمیخوام توضیح میدم اینا چیه همش خداحافظ محسن جان خداحافظ محسن حالا خبر بدین دیگه باشید دیگه خداحافظ خدا. تو لایو مهمون دعوت میکنیم من نمیدونم این چه وضعیه اینجا خسته شدم آنیت... میخوای بریم آنیتا نوشته که تنین آنتالیانینی خوش میگذره ایول زبون تنینان نینیو یاد گرفتم تنینیانینیو ببین خیلی خوب بود آفرین خودتو به چالش میکشی دوستتون دارم عاشقتونم بچه ها اگر اجازه بدید ما بریم دیگه ما بریم خیلی خسته شدیم بریم هفته دیگه با قدرت برمیگردیم همیشه ما جمعه شب و ساعت 11 میخوام تایمش رو عوض کنیم چون بچه ها میگفتن درگاه دونیت ساعت 12 به مشکل میخوره 10 آره شاید 10 اومدیم آره حالا بهتون قبلش میگیم 100% قبلش دیگه. مرسی بابت حمایتاتون دونیتاتون سوپر استیکر سوپر چت کامنت هایی که گذاشتید واقعا. تحمل کردید ما رو انقدر باحالید انقدر عشقی دمتون گرم ما اینجا اصلا احساس قربت نمی کنیم وقتی شما رو داریم بابا خاموش کن کولر یخ زدم دیگه حرفای احساسی میزنیم چقدر تو بی احساسی دمتون گرم بچا هفته دیگه میبینیمتون فردا ساعت 8 شب به وقت تهران ویدیو باحال میذاریم حتما ببینید مجازات تنین خرید کادوی تولد من بود که من خودم کادو انتخاب کردم و اون کادو هم چیز خفنیه ولاگ خرید اونم میگیری ویدیو رو اگر تا الان هم لایک نکردید لایک کنید کانال ما رو اگر سابسکرایب نکرده داخل لایف هستید و دارید میبینید سابسکرایب کنید زنگوله کنارش رو بزنید ویدیو میذاریم براتون نوتیفیکیشن بیاد خیلی دوستتون دارم من به شخص عاشقتونم جمعه ها که میشه من از صبح دگرگونم که حاضر بشم بیام برای لایو و چته بفهم همه دگرگون یه خندیدم بفهم برای چی مگه چیه بفهم استفاده میکنی به فیس برسی بفهم آره دگرگونم که کی لایو میشه من بیام پیش شما خیلی کیف میده دروغ میگه اینجوری نبود تقریبا تا 3 دقیقه قبل لایو هم اصلا هیچ آمادگی نداشت یه اومد نشست من استوری گذاشتم آمادگی نداشتم از 1 ساعت و نیم قبل از لایو من استوری گذاشتم میتونید برید الان استوری منو ببینید که من گفتم من حاضر آماده نشستم تا ساعت 11 دروغ کی گفت تو دونیت داریم بونیت نوشته بای. خیلی دوستتون داریم بچه خیلی دوستتون داریم خدا نگهدار
کلیپ فردا رو اصلا از دست ندید. کوکیانینی بچه تا هفته دیگه تمرین کنید، توی کامنت ها بیاین تمریناتون رو برای من بنویسید، من میام تایید میکنم و اگه غلط باشه میام بهتون میگم که مشکلتون چیه. به زبون تنینی صحبت کنید با پدر مادرتون، فیلم بگیرید برامون بفرستید تو خیابون سوپرمارکت. تنینانینی عاشقتونانینی، خدافظ.